سلام، وقت شما بخیر. همونطور که میدونید لیگ و تورنمنت زودیاکمون با تب و تاب بسیار بالا در جریانه و شما قراره یکی دیگه از بازی‌های این تورنمنت رو تماشا کنید. ولی قبل از بازی خواستم حامی مالیمون رو بهتون معرفی کنم، ترمگرافیک، به نشانی termgrafik.com که آدرسش این پایین ثبت میشه. میتونید برید سایتشون رو ببینید. محصولات فوق‌العاده متنوعی داره در زمینه محصولات تبلیغاتی، ماگ، نمیدونم هولدر موبایل، کلاسور، همین تیشرتی که خودم طلم کردم. ببین لوگوی خودمون رو زدیم، شما میتونید لوگو اختصاصی خودتون رو بزنید، اسمتون رو بنویسید، پشتش اسم بنویسید، با هر طرح کاستوم برای خودتون تیشرت در رنگ‌های مختلف با جنس پارچه خوب تولید بکنید و خودتون و دوستاتون ازش استفاده کنید. یه سری کیسه‌های پارچه‌ای هم دارن، کیسه دسته‌دار این شکلی، بنددار که اینجوری میشه. خیلی خیلی محصول، این محصولش کاغذ کادو نیست، پارچه کادوه. شما میتونید کادوهاتون رو این شکلی با پارچه کادو پیچ کنید، خیلی ترتمیز و خوشگل، از همین طرحایی که توی سایت هست یا اینم طرحای کاستومی که خودتون مد نظرتونه. بریم بازی رو ببینیم چه خبره. دوستان خوبم، خیلی خوش اومدین. دومین بازی از سری بازی‌های تورنمنت، امیدوارم بهتون در درجه اول خوش بگذره، بعدش هم بازی خوبی داشته باشیم. این کارتا رو من کامل به هم میزنم و بعد از نفر اول اون طرف تو نه شروع میکنم تعارف کردن، به تو آخری که میوفه دیگه مال تو کارت دیگه، ببخش. ولی بقیه خودشون انتخاب میکنن و خودشون کارتو میکشن. کارتو که کشیدید نگاه کنید نقشتون رو و بعد ماسکتون رو به صورت بزنید و بخوابید. برای اینکه زن اینم نباشه که من خودم کارتی رو به سمت کسی هول میدم، هم دوستان اینجا هستن هم فیلم برداری میشه بعدا تو یوتیوب، این قسمتش رو ببینید که من همچین کاری هم نمیکنم. بریم برای توضیح نقش. ماسکا روی صورت، شب ماسکا روی صورت، دوباره یه هم اینجا بزنم. خیلی خوب آقای فربود کارت بکش، نقش رو نگاه کن. بسیار خانم فریده، مرسی. آقای سیامک، سید نیما، امین، علی رضا، ارمیا، حامد، دانیال، آرمان، مهدی، سپهر، بسیار خوب. همه نقش دارن، ماسکا رو صورت بردارید. روز توزیع نقش شد، من خیلی سخت نگرفتم. بچه‌ها ماسک کامل باید از بالا و پایین رو صورتتون بشینه، برای اینکه به سینه‌تون اینا گیر نکنه، یه ذره سر بیاد بالاتر که کامل از بالا و پایین با صورتتون مچ باشه. فاصله ندید برای نفس کشیدن آرمان و بقیه. ماسک کامل از بالا و پایین به صورتتون بچسبه لطفا. بسیار خوب. سر صحبت کی می‌خواد باشه؟ آقای حامد روزبهانی، معروف حامد پلاس. ابتدای صحبت ارمیا، انتهای صحبت بفرم. سلام بچه ها، حامد روزبهانی هستم. اینجا منو به اسم حامد پلاس میشناسن، شما میتونید منو حامد پلاس صدا بکنید. فارغ از هر اتفاقی تو بازی میفته، امیدوارم که همه از بازی لذت ببرن، گول این دوربین و میکروفون و اینا رو هم نخوریم، بازی خودمون رو بکنیم بدون استرس. و خدمتتون عرض کنم که من شهروند بازیم. تو بازی کنار مافیاها دنبال شهروندم میگردم، باهاشون تعامل میکنم و شب سخت، روز سختیه برای مافیاها. امیدوارم که تو این لینک مافیایی علیرضا راد نباشه، شهروند باشه. تارگت میزنم که تو دوره بعدی علیرضا راد بتونیم داشته باشیم. تارگت میزنم به سپهر. سلام دوستان، دانیال بازی هم، خوشحالم در کنارتون بازی میکنم و بازی یاد میگیرم. آقا پلاس،
این همه توضیح دادی که بعدش یه فیلینگی مثلا یه تاریت به سپر بزنی. نه، شما به نظر من میتونی مشکوک بازی باشی. خیلی راحته. بچا یه تاریت میزنم به خانوم، یه تاریت میزنم به شما. اسمتون آیه سدنیما نه، اون یکی آیه سیامک راد. آیه سیامک راد از نظر من میتونه مافیا بازی باشه. من یه سری خوز اول دارم میگم، شما چرا گوش میدی آیه امین خان؟ سلام دوستان، آرمان بازیم. تارگت میزنم به آقای حامد بود اگه اشتباه نکنم، تو صحبتشون سوتی زیاد دادن، حالا سوتی لفظی بود نمیشه بهش چیز کرد. آقای حامد، دوست عزیزمون آقای فرید و آقای راد. آقای فرید سلام دوستان، مهدی بازی هستم. خیلی خوشحالم که کنارتون بازی میکنم. شروع صحبت آقای حامد بودن، یه سری توضیحات دادن، یه سری پندا دادن به شهر. به نظر من میتونستم مافیا باشن. وقتی سر صحبت میخوای شروع کنی احتمالاً یه فکتی داری، یه تارگت خوبی داری، ولی فقط یه تارگت جزئی به آقا زدی. شما یکی از تارگت های من هستی. به آقای علیرضا را تارگت میزنم همینجوری، سو یکی هم به آقای سیامک راد میزنم. سلام بچه ها، سپهرم، خیلی خوشحالم با تون بازی میکنم، یاد میگیریم از همه تون. حامد تو میتونستی اول تارگیتتو بزنی بعد در مورد این موضوعات صحبت کنی. خب یه دونه به حامد میزنم، یه دونه به شما میزنم دوست عزیز که فقط خورده رو گرفتی، خیلی چیز خاصی نگفتی. یه دونه به سدنیما پارسی میزنم، به چرخ ببینیم چی در میاد. خب سلام فربودم، خوشحالم با تون بازی میکنم. من آقای حامد و مافیا ندارم، نمیدونم چرا. به نظرم امروز تارگت ایزی تارگت ایشون میشن، یعنی دیگه هر کی یه تارگت که روز بعد بتونه ازش عقب بکشه بخواد بزنه به آقای حامد میزنه. من آقای دانیال رو یه تارگت بهش میزنم. یه چیزی گفتی امین، نمیدونم چرا داری گوش میدی و اینا، نفهمیدم. از این طرف حسی به آقای نیما. سلام، من فریدم، خیلی خوشحالم با یه مش آقا دارم بازی میکنم، امیدوارم که بتونم ببرم از آقایون. آقای حامد سر صحبت بودن صحبت کردن، تارگتشون آقای سپهر بود خب و آقای راد. شما تارگتاشون رو با هم با خودشون تارگت میکنی آقای دانیال؟ بله، شما خودشون رو تارگت کردین، آقای سپهر هم تارگت کردین. من همچین چیزی از شما شنیدم. شما چرا اگه توپق زدم به ما که شهروند هستیم نگفتین که ما اطلاع داشته باشیم؟ من الان این آقا برای من سفید بازی هستن، چون سر صحبت خیلی ریلکس صحبت کرد، اصلا استرس نداشت، نمیتونه به همین سرعت که نقش داده باشه اینقدر راحت صحبت کنه. و آقای راد خیلی داره تارگت میخوره، من نمیدونم ایشون چطور انقدر دارن تارگت میخورن، منم عجیبه. سلام رفقا، سیامک هستم. سیامک کیه؟ سیامک شهرونده، تعامل پذیره. اگه احساس کنه یه شهروند داره بهش تارگت میزنه، دستشو میگیره میاره تو مسیر. ولی اگه احساس کنم یه مافیا داره شیطونی میکنه، بازی رو سش سخت میکنم، از بازی میدمش بیرون. تارگت زدم به من قفل نیست، ولی مفتم نیست. درسته. جمله آخرم هم بگم که برآینده من تو فراینده بازی معلوم میشه. سر صحبت آقای روزبهانی 3 فکت بادی لنگویج داشته که استرس داشته. دهنش خوش شده بوده، دستش با سرش بازی میکرده، ارتباط به چشمی هم با هیچکی نمیگرفته. لایک میدی چرا بهش تارگت نزدی؟ شما یه سری تارگت ها زدی، رسید به اینجا، گفتی من یه سری خوزعبل دارم میگم، بس اونجا قطعا سیت مافیایی نشسته. سلام دوستان، نیما هستم، خیلی خوشحالم کنار همه تون دارم بازی میکنم، از همه تون بازی یاد میگیرم. من از آخر به اول شروع میکنم. من امروز به تو میزنم دوست عزیز آقای سیامک. میخوام ببینم چقدر خرجش میشه که میگه خرج داره. تارگت بک به تو نمیکنم، ولی به آقای فربود تارگت بک میکنم. شما هم برای من خیلی مشکوکی. آقای حامد هم فردا سر دست صحبت میکنه، از بین این همه صحبت مشکوکی که زده شد مافیاشو میگه، باش رأی میدیم. سلام دوستان، امینم، خوشحالم با همتون بازی میکنم. ببین آقا حامد، خدمت شما عرض شود که شما میتونستی خورده بیشتر خودتو به چالش بکشی. خب من صحبتاتو نه استرس دیدن، نه بادی لنگویج بری داخل صحبت دیدم، هیچی نهیدم. خب ولی میتونستی خورده فرد و روز با تعداد نفرات بیشتری طرف باشی. خب 2 تارگت زدی، خب حداقل ما 4 مشکی داخل بازی داریم، رو 3 میزدی، یه دونه هم نمیزدی. خب
ببین شما هم سیت دو بازی آقا دانیال خدمت شما عرض شود، شما قشنگ بود، زیاد تارگت زدی، به من هم زدی، نمیخوام به اون خورده بگیرم، ولی این بازی از اون بابت نمیتونم بازی شما رو ببینم که خیلی خواستی پردل و جرأت بازی کنی و با دقیقاً این چیزی که راجع به آقا گفتم، این به این قصد نبود که بخوای فردا روز با آدمای زیادی طرف شی، این که به منم زدی بابت اینکه چه داری گوش میدی، اصلا ممنونم، من نمیدونم زنگ چندم بود. بس به نام خداوندی که شهروندی همچون علی راد دارد. سلام بچه ها، علیرضای بازی هم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم و قطعی از تک تکتون بازی یاد میگم. بچه ها یک دک بلند شده حامد پلاس رو کوبیده، اگر فردا صبح چشمهاش باز بکنی چی کار میخواید بکنی؟ بچه ها براینده حامد پلاس قطعی فردا صبح در میاد، چون حامد پلاس هم فکت مافیایی داره هم فکت شهروندی داره، ولی من یک مافیای قطع دارم بچه ها، من میخوام تو شکم یه نفر برم فقط این پلیه، چون هر جایی که هر طرفی که بازی داشت میرفت من لایک این پلیه رو دیدم که آقا این بره بیرون. رفیق من موافقم که روز یک قبل از این که چشم باز بکنیم با هم من ساید با تو بگیرم. بچه ها من میخوام فقط با این پلیر بجنگم. شما برداشتی حامد پلاس رو با من توی یه سایت گذاشتی. حامد برایند تو چجوری در میاد؟ سلام، ارمی هستم، خوشحالم با تو بازی میکنم. آقا قطعی مافیای بازیه، درست؟ آقا قطعی سفیده بازیه، آقا هم سفیده، همین. صحبت‌های روز پولی و ناآگاهی رو شنیدیم، بریم برای شب معارفه. ماسک ها روی صورت، ماسک از بالا و پایین صورت رو بپوشونه لطفاً، همه به صندلی هاشون تکیه بدن. آرمان ماسک از پایین باید بیشتر به صورت بچسبه، مرسی. اولین رویارویی گروه مافیا قرمزهای بازی بیدار با هم آشنا بشن، همو پیدا کنن. معرفی میکنم آل کاپون رئیس مافیا، بمبگذار نفر دوم، شعبده باز نفر سوم. فرصت شور و مشورت، برنامه ریزی، سناریو چینی برای اعضای مافیا. بخوابن مافیاها. بقیه رو که معرفی میکنم فقط لایک بدن کافیه، ماسک از صورت بر نداری. دکتر شهر، کاراگاه، حرفه‌ای، تفنگدار، محافظ، اوشن، دو شهروند ساده فقط لایک، و زودیاک مستقل. متشکرم. بالا من به روز شماره یک میریم. 5-4-3-2-1 اعلام روز، چشم ها باز. سر صحبت همون آقای حامد روزبهانی، حامد پلاسه. به ارمیا که برسیم این دفعه رأی گیری داریم، هر کس یک نوبت صحبت داره، یک چالش. چالش اول بازی بفرم. من که داشتم درباره حامد صحبت میکردم، حالا هر فکتی که درست یا غلط با دیلنگویج هرچی میبردم، شما سه نفر داشتید لایک میدادی، درسته؟ چی شد سیت بغل من همین که گفتش تو مافیایی چیزه شما بازم لایک دادین؟ شما اگر ما یه تارگت مشترک داشتیم که من داشتم فکت اونو میآورم شما داشتین لایک میدادین، یه نفر بلند شده به تارگت مشترک من و شما که من داشتم میکوبیدم به من گفته مافیا، شما چرا بازم همزمان لایک دادین؟ آقا اونجا سیت مافیاییه، یعنی از بین 1-4 حداقل دو تا مافیا نشسته. شما اگه ذهنت شهروندی باشه، من بلند شدم گفتم آقا من شهروندم، شما نباید مسیرت به من بخوره، میخوای بجنگی من جنگ بلد صلح طلبم، ادامه میدیم، ولی من اونجا فعلا مافیا دارم. دیر تفنگ تو ترم سوال آی سیامک، من یه تارگت مستقیم به شما میزنم. چرا؟ چون از اینجای بازی حداقل 7 نفر 8 نفر بعد از من صحبت کردن، ولی شما برایندت کلا راجع به من بود و با
بادی لنگویج من نمیدونم شما چی جوری خشکی دهن منو درآوردی، این فکتو درآوردی توی بازی. یعنی 50 ثانیه اگر ترن صحبت باشه، کل 50 ثانیه رو راجع به حالات و رفتارات من صحبت کردی، ولی راجع به بقیه پلیرها هیچ نظری نداشتی. دوست دوممو سیت سوم نشسته، من اگر صحبتی کردم و سوتی دادم شما عنوان کن به اون فکت بیار توی بازی. گذشتی از این، دوتا تارگت حسی زدی. من این دوتا دوست مافیا دارم، من با شما خیلی کار دارم. دیل تفنگ اگر خواست بکنه، چون تو ترنش گفت، تو چالنجش گفت، تفنگو بهش نمیدید. بچه ها من آیا حامد و مافیا داشتم، موجه رو من شروع کردم دیگه. چرا افتادی تو ترپ من؟ اون پلیر از نظر من آقای چی بودی؟ آقای فربود قطعی مافیا. آقای فربود آگزه چشباز کردن گذاشته. آقای ارمیا رو میبینی؟ سیت سیزده خیلی بد نبودی به نظر آقای ارمیا؟ یک شهروند داشتی، یک دو شهروند داشتی، یک مافیا. بعد صحبت های فالشی که گفته شد چی شد؟ بچه ها از نظر من این سیت چهارمی هم که نشسته میتونه مافیا باشه. بچه من دو مافیا گرفتم، اون سیتی که اونجا نشسته و این پلیری که اینجا نشسته. خیلی راحته، اسمشون رو نمیتونم بخونم. آقای مهدی و آقای فرهاد. ببینید دوستان، آقای دانیال شما ترپی پهن نکردی. آقای حامد به خاطر اینکه نصف تایمش رو راجع به قوانین و استرس دوربین و اینا صحبت کرد، خواه ناخواه ایزی تارگت میشد. شما اگه ترپ پهن کردی الان موزت راجع به آقای حامد بعد اعلام میکردی. شهروندت روز قبل مافیا بود، الان شهروندت تو عقب گرفتی، یا منی که روز یک گفتم ایشون شهرونده؟ ببینید دوستان، من جناب آمد صحبت کردم در موردش، یه مقدار فکرش پریشون بود، اینو حس کردم. حالا نفر اولم بود، دو نفر بعدش هم من داشتم صحبت میکردم، ولی آیه فرباد یه مقدار بر گرفت از این موضوع. در رابطه با شما که صحبت کردن ایشون، من با همه صحبت ایشون موافق نبودم. با یه قسمت آخرش که صحبت کرد ایشون برگشت گفتش که من با شما طرف میشم، خب با این قسمتش من موافق بودم، گفتم یه سایدی در میاد. با کل صحبتاشو موافق نبودم. اگه دقت کن آخرش لایک دادم. شما هنوزم به کسی تارگت نزدید. خب من سه تا تارگت زدم، خب به شما و آقای فرباد و شما آقای آرمان. هیچ کدومتون با من کاری ندارین؟ با من مافیام دارم میخورمتون، چرا با من کاری ندارین؟ تو داری به من توضیح میدی؟ میگی که اگر میخوای بجنگی تازه میام باهات بجنگم. تو که 100% دارم شما رو. آقای فرباد شما هم همینطور، شما چرا کاری با من نداری؟ من دارم پوشت میکنم، من الان دارم پوشت میکنم دیگه. خب اینم چی میگی؟ آقا دانیال ببین، شما یه موج تشکیل دادی، تا اینجا اومد تارگت شارژ شد، درست؟ حتما بین ما سه نفر یه دونه مافیا است. ایشون به نظر من مافیای بازی میشن. به نظرم اتفاقا فربود مافیا نمیشه، چون جرأت کرد موج رو شکست. هممون بهش گفتیم مافیا، اومد گفت شهروند بازی. مافیا نمیاد این کارو بکنه که شو بشه. یه دونه شهروند دارم، یه دونه مافیا دارم. به چرخ ببین. چالش رفیق، من تو روز بلایند بازی برداشتم با تو دیل کردم، من میخوام بین خودم و تو ساید ببرنم، تو کنار منم رد نشدی. بعد آقای حامد، من انتظار داشتم که شما هم راجع به شهر، کسایی که تو رو شهروند خونه، هم کسایی که مافیا خوندن صحبت بکنی. تو با از بین اونایی هم که شهروند میکردن، موضع تو در مقابل مثلا آقای فرباد امروز اگر به یه نفر مثلا به من تارگت بزنه، شما موافقی که با اون پله یه رای بدی یا نه؟ خب. یه دقیقه حامد به من گوش بده. حامد سوزنی نزن، اگه شهروندی سوزنی تارگت نزن. خانومو دیدین شب روز بلاین چی گفت؟ باکس کردن روز بلایند اصلا معنی نداره، اصلا ربطی نداره. بعد شما اگر ایشونو مافیا داری، آقای حامد داری، باید در خونه ایشونو میزدی که ایشونو شهروند داره. باید در خونه ایشونو میزدی که نزدی. خانوم به شدت مشکوکه. آقای سدنیما، خب من به شما تارگت زدم، تنها تارگت هم یعنی به غیر از حامد شما بودین. گوش بده به من، اگه شهروندی، خب
یک رأی به من میدید این خانوم میره بیرون، اگر نخون مافیا من میرم بیرون. چطوره؟ کیه؟ آقای آرمان شما الان سیتی که بازی رو آقا حامد رو چی داری؟ مافیا. فربود رو چی داری؟ مافیا. خب ببین ما الان میتونیم یه خروجی داشته باشیم، خب چون به نظر من فربود که شهر بازیه، قطعی شهر بازیه فربود. گوش بده به من، شما آقا رو مافیا نداری، شما الان مجبوری بگی آقا رو مافیا دارم. شما داخل ترنت بهش میگی من به شما مشکوکم، من هنوز واسه من تارگت، شما تارگتی هم نزدی بهش، گفتی آقای حامد شما تارگتی هم نزدی روز یک بازی ها. نه اصلا اینجا بازیت نمیخونه، شما الان مجبوری این حرفو بزنی، فقط و فقط مجبوری بگی دوتا رو مافیا دارم. پس امروز خروجی باشی بازی میشینی شما که دو نفر رو که به نظر من سفیدن تا این لحظه ای کار، من آقا رو دیروز مافیا داشتم. آقای راد راجب مهدی صحبتی میکنه، سه تا لایک میاد بالا سری، آقای دانیال، آرمان و سپر. سه تا لایک سری میاد بالا که ایشون پوشه بره بیرون. باز آقای سپر راجب خانم صحبت میکنه، من هم خانم شهروند دارم، هم آقای مهدی رو هم آقای حامد رو، خب سفید شویی را بندازم. آقای حامد رو الان من شهروند دارم، یه تارگت روز معارف حسی به آقای نیما زدم، میگه چرا بر نمیگردونی، هم چالش هم بود، چالش هم راجب دانیال حرف زدم، شما رو شهر دارم، شما منو بکوب، مشکلی نداری که من مافیا آقای دانیال، آرمان و سپهر. بله بفرمایید. ببینید دوست عزیز، آقای امین عزیز، من گفتم بین شما دوتای سایت در میاد، نگفتم شما رو بله، نگفتم شما رو مافیا ندارم، نگفتم لپتون رو نکشتم. شما معلوم به من میگید آقای حامد من روز اول تارگت زدم بهش، من روز اول زدم، شما چرا میگین تارگت نزدم؟ گفتم مشکوکم، من روز اول گفتم ایشون ذهنشون پریشونه، احتمال مافیایشون 90 به بالا. آقای فربودم چون پشتشون در اومد گفتم مافیا. آقای سپر شما میخوای منو بندازی بیرون؟ من دختری هم که شما رو میخورم میندازمت بیرون. خب چرا ذهنت از اینجا آقا به شما تارگت زد؟ چرا برایندش الان در نیاوردی؟ چرا دوباره به شما تارگت؟ آقا پاشد به شما و این آقا تارگت زد، ته صحبتش هیچ نظری راجبشون ندی، اومدی منو گرفتی؟ بیا با من دیل کن. خب من امروز رفتم بیرون، سر دست شما بری بیرون، من مشکلی ندارم با رفتن بیرون، میری سر دست، هیچ کی صحبتی نمیکنه. آپا شدی فقط تک تارگت منو کردی ها، یادن دقب بکش های شهروندی. بعد بفهم من چالش میگم صحبت. چالش شما بعد از من صحبت کن. نیما جان شما منو مافیا داری؟ نهایتش یه رأی داری دیگه، مثلا من چرا باید با تو بترسم برم اونجا چهار تا تارگت بزنم؟ اونا که چهار تا رأی دارن. بس من ازت نترسیدم که به تارگت نزدم، من قرار با فکت بازی کنم. الان حامد سر صحبت کی مافیا داره؟ یه لایک به من بده. خدای شکر که قطعا مافیای دیگه، دو نفر رو گردن هم دیگه، جفتشون اون شهروند دارن، تو چجوری مافیا داری اونو؟ حامد که دیگه شهروند اصلا نمیذارم تارگت بخوره. دانیال، فربود، اینا هم دیگه رو گردن هم دیگه، جفتشون اون شهروند دارن، فکت شهروندیش دیگه نمیذارم کسی بهش تارگت بزنه. داداش اینجا الان شما مافیا نداری، اینا که هم دیگه رو دارن میزنن. اون داداش دیگه مشکوکه، چون به نظر من میخواد بین من و تو یه هیزومی بندازه که من و تو همدیگه رو بخوریم. من مشکلی ندارم، اگر قرار اعلام موزه کن، اگر قرار با هم بجنگی، من تو معارفم گفتم تعامل پذیرم، ولی اگه قرار بجنگی میجنگیم داداش. یه رأی داری، منم یه رأی دارم، هر کی فایده قشنگتر آورد اون یکی رو هول میده بیرون. آیه فربود به نظرت این پلیری که شما رو سفید کرده چیه؟ پلیر سیت 4 نمیدانی، اطلاعی نداری؟ نه یه مسیر داری، من به تو گفتم مافیا، باید بلنشی به همه ایکست مافیات ایگره ایت مافیاست، دل نره من توضیح بدی که پس تو قطعی مافیای بازی. بچه این پلیر قطعی مافیاست، آی فربود مافیای بازیه، آی فربود فرار روبه جلو کرده ترن پیش که این پلیر زیاد تارگت خورده اونجا، ما چکونده که اگه باش چشم باز کنه بگه بچه ها من که اونو شهروند داشتم اینو سفید کنه، خیلی راحت دارم بهتون میگم بچه آی فربود مافیا، پلیر سیت 4 من میخوام بکنمش بیرون. روی صحبتم با آقای علیرضا است. آقای علیرضا گفتی با من ساید می‌بندی، من به تارگت نمیزنم میشم مافیا، درست؟ به این آقا تارگت زدم اصلا به من یه بلا نگفت. ایشون چی میشن؟ گفتم مافیای صد من ایشونن، حتی اسمم هم نیاورد. الان ایشون چی میشن؟ ببین
میگم یه دونه شهر صد دارم، علتش هم گفتم یه دونه مافیای صد دارم، میتونین برای این بزنین برای من. خب تو که مافیای من شهر صد داری، بس تو هم میشی مافیای من. خب من نمیدونم جفتتون دارم میزنم بهتون، دوبار بلند شدم گفتم من جفتتون رو دارم، ولی با من کاری ندیم. ولی من با این آقا کار دارم، به قول خود تو که باهات دارم میجنگم، میاد میگه که بین ما دوتا ساید در میاد. بین ما دوتا ساید در میاد، بین من و شما ساید در میاد، ساید من جلو ساید شما، بغل دستیت هم دارم. اصلا خیلی عجیب قریب جفتتون. من این بر بدم صحبت کنم اول کارکترم. ببین بچه من همین الان آقای حامد رو صد سفید بازی خوندم به اضافه آقای فربد. بعد از من آقای سیامک هستی شما. آقا سیامک گفت که کی آقای حامد رو مافیای بازی داری، یه دست اومد بالا. من کاملا حرفم میخوام برگردم الان. چرا آقای حامد رو یه نفر باید مافیای بازی داشته باشه؟ یه شب تا صبح چه اتفاقی میفته؟ ببین من از روی اکت، از روی صحبت، از روی هر چرت و پرتی که داخل ذهنم میگذره، من میگم آقای حامد شهر بازیه. بعد یک شب تا صبح چه اتفاقی؟ یه رأی بیار آقا. پس من با اجازه همتون کارتمو میذارم جلو کارت آقای حامد، سیف بریم جلو بچه ها. روز یه مافیا میدیم یه دونه شب میخوریم، اصلا مسئله وجود نمیاد. آقای حامد یا آقای فربد، می آقای فربد دنده عقب به این میگن دقیقاً، یا آقای فربد یا آقای حامد، یکیشون میره بیرون. هر ببین با دو تاشون دارم ساید میبندم ها، یعنی هر کدوم سفید خون من بعدش میرم بیرون. آقای امین شما داری با دو نفر ساید میبندی، شما برو بیرون ساید ما در بیاد، شما برو بیرون ساید ما در میاد دیگه. نمیتونی خلاف جهت بازی بازی کنی که. آقا بلند شده چهار تا سفید معرفی کرده، تا آخر بازی هم میخواد بشینه تو بازی. چجوری میخواد آخر بازی بازی رو در بیاره با این چهار تا سفیدی که معرفی کرده؟ شما بگو به من، شما دوست داری خلاف جهت بازی بازی بکنی. اگر شهروندی برمیگردی به بازی، امروز آیا آرمان رو میدیم بیرون از بازی که به من میگه تارگت نداری؟ من این تارگت زدم، این سیامه یه تارگت من، خود شما بودی. شما هنوز یه فکت برای مافیا بودن من در نیاورید. دیشب بازی بلند شدن، چشم من رو بسته دیدن، ریختن روی فربد. به همین راحتی همه دارن منو شرح میخونه. بفهمید. شما شنیدین که اونجا بازی گفت بین ماهای مافیا هست؟ من ذهنم هنوز نمیدونم کدومتون مافیاین. خب شما از کجا؟ به این آقا هم کاری نداری، فقط این آقا برات، با این که به من تاریخ زن، فقط این آقا برات مافیاست. شما اطلاع داری اونجا یه مافیا نشسته؟ خودتون لایک دادین، گفتن شما، این آقا فرمودن سه تا لایک بیقرار دیدم من اینجا. شما سر صحبتتون گفتین بله بین ما سه تا یه مافیا نشسته، ولی این آقا مافیاست. من متوجه این حرف شما نشدم. من هنوز نمیدونم اونجا کی مافیا است. هنوز نمیدونم اصلا مافیا هست یا نه. خیلی مشکوکین. خب بچه من صحبت بکنم. بچه من سیت سه بازی قرار بوده بین این دو پلیر یه سایت در بیاره. خب منم الان میخوام باش در بازی بکنم، ولی من متوجه نشدم رفیق ساید تو کدوم بوده، این مافیا بوده یا این مافیا بوده. روز یک بازی بینابین نداریم که. ببین من با حرف تو هم موافقم بچه. ببینیم من بنده فکتم، فکت روی حامد میشینه. یه شب شده صبح شده همه میگن که بچه ها الان همه بلند شدن میگن ایشون شرمنده. نه باز بچه ها ببینیم حامد، من به دست تو موضع میدم داداش، من تعامل پذیرم. ببین هی من میخوام به تو بگم شهروند، پا میشی میگی مگه نمیگی بین ما سه تا سایده؟ خب میگی تو برو بیرون ساید ما مشخص شه، بعد خودت خورده میگیری از این آقا، خودت میگی آقا ایشون تارگت منه. حامد گفت یا نگفت لایک و دیسلایک من بده. بعد عزیز من شما خودت مگه نمیگی من صد قطعی من با شما کاری ندارم؟ شما خودت چرا با ایشون کاری نداشتی؟ ایشون شما رو باش روبروی شما گفتش من ساید میبندم بات. چی؟ نه خیرم شما گفتی آه اوکی. آقای اسمتون چی؟
آقای مهدی شما یه نفر رو تارگت میکنی، تارگتت یه نفر رو سفت تارگت میکنه، اون تارگت سفت رو باید سفید کنی. چرا سفید نمیکنی؟ مافیای بازی گرفتی؟ آقای حامد تا شب سفیده، شما تبری خوبه؟ ساید اینجا در میاد. ممنونم. صحبت‌های روز اول رو شنیدیم. 12 نفر تو بازی هستید، با 6 رأی و بیشتر کسی وارد دفاعیه میشه. سر صحبت آقای حامد روزبهانی نصب کن. از اونجا شروع میکنیم رأی گیری و به آقای ارمیا خواهیم رسید. بریم سراغ رأی گیری. حامد پلاس 2، دانیال 1، آرمان 4، مهدی 5، سپهر 2، فربد 3، دیر آوردی آرمان، فریده 1، سیامک 1، سید نیما 1، امین 0، علیرضا 1، ارمیا 0. هیچ کس حائز آرا لازم برای رفتن به دفاعیه نشد. به شب اول بازی میریم. ماسکا روی صورت، شب میشود. ماسک خوب روی صورت، از بالا و پایین صورت رو بپوشونه لطفاً. مافیای بازی بیدار، شور و مشورت. شات به دست آل کاپون، رئیس مافیاست. بمبگذاری در همین شب اول داریم آیا؟ شخص بمبگذار تصمیم گیره. کد خنثی‌سازی بم، انتخاب شعبده باز، شورا مشورت نهایی اعضای مافیا با هم. بخوابن دکتر شهر، نجات امشب. کاراگاه استعلام. حرفه ای شات، تفنگ دار تفنگ، اوشن اجتماع شهروندی رو کلید میزنی، شهروند نسبتا قطعی برای خود دست و پا کردی. نفر یک دست جلو، کف دست کسی رو که تاچ میکنم از حالا به بعد در اجتماع اوشنی عضو دستا رو جمع کنید. کل یاران اوشن بیدار، شور و مشورت.
بخوابن یاران اوشن. حالا من روز میشه 5-4-3-2-1 اعلام روز، چشم ها باز. گزارش وقایع شب اول بازی، بمب گذاری داشتیم، بمب جلوی آقای دانیاله، ببینیم تا آخر روز چه اتفاقی واسه دانیال بمب و محافظ احتمالی اگر در بازی باشه میفته. خداحافظی میکنیم با دو نفر، فریده و حامد پلاس رو تشویق کنین از بازی میرن. از بازی برن. دو تا استعلام در طول بازی دارید، اجازه بدید از بازی برن. بفرمایین. بسیار خوب، 10 نفر تو بازی موندین، 2 استعلام تا آخر بازی دارین، هر کس برای خودش رأی آورد. از بازی شما 2 نفر خارج شدن، هر 2 شهروند. پس هر 3 مافیا و زودیاک همچنان بین شما 10 نفر نشستن با همراهی 6 شهروند. سر صحبت حامد روزبهانی بوده، از آرمان شروع میکنیم تا دانیال بمب‌گذاری شده. خب ببینید دوستان، نه بلنشم، ببینید دوستان، اونایی که من حامد و مافیا داشتم، اونایی که پشت دست من بازی کردن ایشون بود. من اشتباه کردم، به من یه شهروند کسی که آگاه نیستم، آدم هم اشتباه میکنه. ایشون پشت دست من در اومد و ایشون به ایشون رأی دادن. من الان دنده عقب میگیرم، به ایشون و ایشون مشکوک هستم. بچه ها الان معتقدید اوشن رفته بیرون یا اون تکاوره اشتباه زده، حرفه ای اشتباه زده؟ کدومش؟ اولیه اوشن رفته، تو خیلی آگاهی داری. بچه ها من به این پلیر گفتم مافیای بازی، این پلیر بلند شده تو روی من گفته. بچه ها اون که از نظر من شهروند، آقای دانیال شهروندی ما من تعامل کنم. من خواستم شما رو با نهایت احترام بیرون کنم، بعد به من بگی ایکست مافیاست ایگرگت مافیاست، خیلی ساده است. بچه ها من فکر کنید تو پوزیشن مافیا 2 نفر رو نتونستم کنسه بدم این پلیر رو وارد دفاعیه کنم، خیلی جالب نیست؟ مثلا آقای فربود نتونستم وارد دفاعیه کنم. بچه ها این دوتا با همدیگه مافیا هست، دیتاشون با همدیگه است، لایک و دیسلایکاشون، این پلیر اونو سفید داره، اون پلیر اینو سفید داره، خیلی ساده است. ببینید من روز اول یه نفر رو قط مافیا خوندم، درست؟ شهر بود مافیا زودیاک پشت دست من میمدن با آقا رأی میدادن، 2 رأی آورد کلا، یکی من یکی این آقا. الان نظرتون در مورد این آقا چیه؟ مافیاست یا شهره؟ نظری نداریم. من میگم آقا همچنان ایشون صد مافیاست. چالش کسی میخواد؟ بچا عقل و منطق میگه که آقای حامد میبایستی مافیا بوده. شما وقتی آقای حامد رو مافیا خوندی، من پاشدم تارگتت کردم، خب پاشدم شما رو کوبیدم، بعد گذشت آقا یک سوالی رو اتفاقی پرسید، بعد من اومدم آقا رو برای فکتی فارغ از فکت شما که فکتی وجود نداشت در کوبیدن آقای حامد، من آقای حامد رو مافیا کردم. خب اینجای کار بعد باز هم آقای حامد میخونه مافیای بازی. چرا؟ چون من پا میشم واسه اجماع میخوام بگیرم، آقا 2 رأی میاره، 4 تا دست دست شما رو میبینم بالا ها. الان نمیخوام بگم مافیایی، متاسفانه اسم میکنم شهریان، خب ولی من دست شما رو بالا میبینم، به عنوان لایک دست شما رو میبینم، آقا 2 رأی میاره. بعدم یه فکت جدید میسازه، میگی 2 نفر دیگه، آقا قطعی مافیایی بازی، آقا قطعی با خروجی بازی، ترن خودم اعلام میکنم. خب ببین من دست پیش بلند شدم این خانومو کوبیدم، تک رأیم من دادم بهش، خب شبم شاتش کردم، دانیالی که با من بازی کردنم دلش بم گذاشتم، خیلی عالی نیست؟ ببین شما خودتو شهروند دونستی، دو تا تارگت دیگه زدی جدید خلق کردی از خودت، همینجوری تارگت بزنی بهش و دوباره شهروند بخوری؟ این خبرها نیستا آقا. ایشون یک مافیا، بین شما 2 نفرم یک مافیا نشسته، منم اون خانومو اشتباه کردم رفتم تو شماش، تکرایم من آوردم. چیه چالش؟ من به ایشون میدم که رفیق الان تو موزت کفا این که بالا میشی میگی من نمیدونم قطعی مافیا آنتی فکت داشته. تو دیروز روز بلای معتقد بودی یه امتی دارم به حامد تارگت میزنن، بعدم میگی چرا تارگت نمیخوره. اوکی تا اینجا فکت درسته،
ولی این امتی که بهش 15 نفر مثلا 20 نفرش تارگت زدن، سه تا مافیا توش بوده دیگه، بقیه که شهروند بودن. شهروندام رسیدن به فکت شهروندی اون، تو چرا اینو در نظر نگرفتی؟ دیسلاک، من میتونم یه شانس شهروندی واسه تو بذارم، این شات یا شات خیلی مافیا خیلی حرفه‌ای بوده، شاتو زده که بگه آقا مثلا، یا مافیا حقیقتش نمیپسندم این شاتا رو. خیلی باگ داری تو، اگه شهروندی هاتی خیلی باگ داری. خب شما با من ساید میبندی دیگه. ایشون که آقای دانیل بوم جلوشه، امروز رو باید ببینیم چه تو بازی میمونه یا نه، خودش گذاشته یا نه، تکلیفش باید روشن شه. من با آقای دانیل کاری ندارم. آقای مهدی، آقای آرمان، به فکت این که سپهر داره میکوبتشون، من شهروند دارم، یه مافیا قد دارم، امروز آقای سپهره پشت دست من، رأی میدید ایشون میره بیرون، سایدم کارت من جلو کارت ایشون، مگه نه منو بدید بیرون. فردا برنده من در میاد. کی دیسلایک میده ایشون که دیروز بازی میگه آقای مهدی مافیا؟ سه تا لایک میاد بالا، دانیال، سپهر، آرمان. آقای آرمان رو به فکت این که داره میکوبتش شهر دارم الان، ولی این سه نفر مافیان. رأی میدید به دست، چرا شما دیسلایک میدید؟ آگاهی دست کجاست؟ آگاهی رو شما داشتی که فردا چششون رو بسته دیدی گفتی شهروند، الان هم با تیر زدیش. چالش من، اجازه میدید صحبت کنم؟ شما بعد از من صحبت کن. ناکام، من حقیقتش در بازی واسم پیچیده است. مثلا سپر داشته اینو تارگت می‌زده، این خانومو تارگت می‌زده شاتش کنه. اگه میگم به خاطر همین، یا مافیا خیلی زبل داره بازی می‌کنه، یا اینکه یه سری مافیا هستن که شاتت به نظر من تو دیوار دارن می‌زنن. سلطان نگاه کن، شما دیروز بعد می‌رسیدی به شهروندی این خانوم، به خاطر همین ازت پرسیدم، گفتم این خانوم چیه؟ یه نفر تو قطعی مافیا داشته، اون بلند شده اینو گردن گرفته. می‌نشی میگم تو اینطوری بندری داشتی می‌زدی. چیکارت کنم؟ مثلا شما کسی بهت خورده گرفته که همین که حامد رفته بیرون بلند شدی گفتی آقا من که داشتم اونو تارگت میکردم، بس این شات شات من نیستش، همچین حرفی زدی؟ بین شما که مافیا نشسته، مگه میشه شما برایند نداشته باشین؟ برایند شما چیه؟ من الان برایند شما، تو که داری به من میزنی، شما هم که دیروز فقط یه دونه فصلک به ایشون دادی، برایند شما رو هم ندارم. یه ذره بازی واسه من گمه، من هیچ شهروندی در واقع الان هیچ شهروندی ندارم. ببین جناب نیمای عزیز، من نفر اول صحبت کردم، جناب سیامک عزیز، من نفر اول صحبت کردم، گفتم که ایشون شهروند در اومد، قطعا کسی که پشت من قایم شده، من که ناآگاهم، قطعا میتونه توش مافیا باشه، قطعا میتونه توش مافیا باشه، چون اونا آگاهن که ایشون شهره، اومدن پشت من قایم شدن منو پوش کنن بیرون. این دلیل منه، متوجه عرضم هستی؟ ایشون هم یه بار میره تو شکم من، بعد از شکم من میکشه عقب، 99% مافیا میتونه باشه، میتونه مافیا زیادی باشه. بعدم من بیشتری میتونه. خب بچه من فکر میکنم کلن دک مافیا رو در آوردن. رفیق تو قطعی مافیای بازی، یه سایت قرار بوده اینجا در بیاد، من هنوز تو این سایده گیجم کدوم یکی از اینا مافیای بازی هم. بعد تو بلند شدی سر صحبت بازی رو پیچیدی، گفتی ببین من اشتباه کردم، من میتونم ناآگاه. چرا این پلیر ناآگاه نباشه؟ چرا این پلیر ناآگاه نباشه؟ آقای فربود چه خبر؟ رفیق تو هم قطعی مافیای بازی. بچه وضعیت بازی به سبک کلاسیک پیش رفته قرمزه، افتضاحه. امروز دو نفر رو تو دفاعیه میخوام، من هم این پلیر رو میخوام، هم این پلیر رو میخوام. انشالله توش موزه. ایشالله منم قبول دارم. به اضافه این آقا، بله بین من و ایشون سایده، 100% سایده ایشونه، و این آقا هم آگاه بود روز یک اومد گفتش که بین ما دو نفر سایده. آگاه بودی شما گفتی. من رأی دادم به ایشون، 4 نفر رأی آوردی. اصلا من تعجب کردم 4 تا رأی آورده. به قد مافیاست این آقا، رو مافیا داشت، اونم میگفت مافیا دارمش. دو تا شهروند رفتم بیرون. آیه فرباد و من رأی میدم، من فکر میکنم این 3 نفرم. ببین آقای سیامک ها، من مردانگی کردم در قبل از شما صحبت کردم و در انتهای صحبتم شما رو کوبیدم و گفتم شما با خروجی امروز باشی، یعنی موضع بهت دادم که داخل ترنت منو بکوبی. نامردی نکردم چالش تو بگیری ترنت هم صحبت کنی، اینجا بگم واسه میخوام خروجی بگیرم نتونی دیگه حرف بزنی یا خودت دفاع کنی. پا شدی داخل ترنت و داخل چالش که اصلا نباید میگرفتی، از آقا گرفتی، بعد اون صحبت دور ترن خواست، چرا چالش گرفتی؟ انقدر در موضع ضعف خودت دیدی. امروز یه تکرای میدید آقا از بازی
میره بیرون، فردا امروز یه تکرای می آقا از بازی بره بیرون، فردا روز آقا آقا من پا شدم واسه خروجی میخوام بگیرم، شما دیسلایک رو ببین، پا شدی واسه من لپمو میکشی، بعد به آقا میکو واسه آقا تو آقا رو میکوی، بعد آقا پا میشه تارگت چالش میگیره واسه شما توضیح میده، چرا واسه آقا توضیح میدی؟ بابا من واسه شما دو تا خروجی خواستم داخل بازی، چطور ممکنه که شما پاشید کاری به من نداشته باشید؟ باید این دو نفر هر دو داخل اجماع باشن، هر دو با خروجی برای آقا بلند شید، برای آقا یکی بلند شه. بفهمید بفهمید. خب دانیال با من تعامل میکنی؟ من فعلا مافیا ندارم تا ببینم بمب چی میشه وضعیتش. الان دارم اینا مافیا خیلی پشت هم دارن بازی میکنن. من آقای سپر رو قد مافیا میخونم، یه لایک نمیاد بالا جز آقای مهدی، سه تا دیسلایک میاد بالا، باز امین بلند میشه، من مافیا رو یه دونه اون ور دارم، آقای سپر بقیه رو این طرف دارم. اگر امروز به آقای سپر رأی نمیدید تعامل میکنی با من؟ یه لایک به من بده، من تو رو شهروند دارم. من کارت ها میذارم جلوی آقا، مافیای بعدی هم آقای راد و امین. ببین دانیال من فقط میخوام داشت با تو صحبت کنم، پلیر بلند شده میگه من وامیستم اینم چه بلایی سر بمبش میاد، مثلا اگر گفت عدد 1 2 3 4 هر کدومش درست بود، بعد تو میخوای فردا بگی مافیا بمبو جلو خودش گذاشته. نه داداش من شبو بهت میگم، این پلیر رفته تو شکم اون پلیر، اینم رفته تو شکم اون پلیر، این شب بلند شده اونو شات کرده، مثلا هیچی غیر از این نیست، قطعی همینه بچه. ببین داداش بازیه اینجوری نیستش که بگیم تو رو خدا خواهش میکنم رأی بده. ببین ما با فکت بازی میکنیم، شما امروز خروجی بازی، این پلیر هم که هنوزی داداش کی بره بیرون؟ الان من اومدم تو شکم تو، من اومدم تو شکم تو، من دارم رأی خروج به تو میدم، من فقط به شما رأی میدم و فقط به شما رأی میدم. ببینید بچه ها من مافیای بازیم درست، دو تا یار دارم یه دونه زودیاک، اسمی از آقا نمیاد، یه دونه تارگت مستقیم سفت و سخت میزنم، اصلا اسمی از ایشون نمیاد، ایشون که میگه دو نفر بیاد بالا، دو نفر از اول بازی کوبیدم، ایشون مافیا نیست ولی میتونه زودیاک بازی باشه، چون همش دارن میکوبنش و یاری هم به نظرم نداره. ببین یه مافیا، یه مافیا، یه زودیاک، ایشون هم شهر صد بازیه. چرا بعد لایک برات بیاد بالا؟ بابا پلیر خودش کلی فکت داره برای مافیایی، بعد میگی من ایشون رو تارگت میکنم؟ یک مافیا، دو مافیا، سه مافیا، خدا حجا چالش کسی نمیخواد صحبت کنم؟ نه دیگه علیرضا، نمیذارم این کار کنی که تو وضعیت قرمز نمیذارم دو نفر رو بیاری بالا، نفهمیم کی به کیه که، پس تو قطعی مافیای بازی، علیرضا اصلا اینجا اونجا نیست. بچه محافظه برای من بلند میشه، سپر یکی بلند شده گردنت گرفته، یکی بلند شده گردنت گرفته، تو میگی این مافیاستا؟ نه 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 بچه، سپر هم اینجا مافیای بازیه، محافظ فقط برای من مولم میشه. ببین علیرضا مافیای بازیه، به نظرت اون پلیر رفته تو شکم این پلیر، درسته؟ من میگم مرگ اوشنی بوده، حامد یه زودیاک بیدار کرده، من زودیاکر هم میشتسم. نه خیلی جالب نیست بچه؟ خیلی جالب دارم بهتون میگم، الان برایندتون فقط یک رأی آقای سپر، آقای سپر معتقده اینجا مافیای، کسی که گردنش گرفته رو باش کاری نره. صحبت ها رو شنیدیم، قبل از رفتن به رای گیری بوم داریم، ماسکا روی صورت، به خواب نیمروزی زود هنگام میریم، به صندلی ها تکیه بدین لطفا. بسیار خوب، خطاب صحبت من در اینجای بازی فقط یک نفره، محافظ بازی، اگر در بازی هستی و اگر میخوای برای بوم به قرار گرفته جلوی دانیال کاری کنی، بیا بالا و عدد بگو. متشکرم. ماسکار روی صورت بردارید. آقای دانیال خودتی و خودت صحبت، بعد کد خونساساز. بچه ها من برای خودم بازی رو بستم، علیرضا معتقده اینجا تو وضعیت قرمز به قول خودش دو نفر باید بیان، رأی گیری معلوم نشه کی به کی رأی داده، درست های علیرضا؟ علیرضا که قطعی مافیای بازیه، سپر یکی گردنش گرفته مسیرش به آقا نمیخوره، فقط این پلیر رو داره، خیلی جالب نیستید بچه ها؟ هیچ اشکالی نداره من خروج
من خروج کردم فردا استلام میگیرید میخونه شهروند، ولی آقای سپهر رو امروز میکنید بیرون که یک مافیا دکتون خارجه. آقای رضا اینجا برگشتن گفتن آقای سپهر خارجه، شما دیسلایک دادی، چه برایندی از آقای سپهر دادی؟ شما هم همینچنین آقای فربوت. آقای فربوت شما یارت میخواست بکنت تو دفاعیه به همراه یک شهروند، نمیذارم اینجوری شه. دو عدد انتخابی آقای دانیال برای خونسا کردن بم عدد دو بود، ولی اونطور که شما دیدید و میدونید مافیای بمبگذار برای بمبش عدد 4 رو انتخاب کرده بود. پس تشویق کنیم دانیال از بازی خارج میشه. سوال دوم، متشکرم. با خروج آقای دانیال 9 نفر تو بازی میمونن برای رای گیری روز دوم. پس با 5 رای کسی وارد دفاعیه میشه. سر صحبت آقای آرمان بوده. از هم نه اجازه بدید، اجازه بدید از همونجا شروع میکنیم و میرسیم به ارمیا. بسیار، بریم سراغ رای گیری. آرمان 5 داخل دفاع، مهدی 2، سپهر 4، فربد 1، سیامک 3، سدنیما 2، امین 3، علیرضا 3، ارمیا 0. تک دفاع آقای آرمان بفرم. دوستان قشنگ مشخصه دیگه، من شهرم اصلا دیگه حرفی نمیشه زد. زودیاک و مافیا اومدن به من رأی دادن و میخوام منو بکنم بیرون. اصلا مشخصه هر کی به من رأی بده ساید سیاه بازیه، یه مشخصه کامل. اینو دارم به شهروندا میگم. دفاعیشون شنیدیم، رای گیری مجدد برایش روز روشن انجام میشه. کسایی که علاقه دفاعی که از آقای آرمان شنیدن میخوان شروع به بیرون رو بازی ادایت کنن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. 1، 2، 3، 5 رای، وصیت آقای آرمان. آره درست میگفتیشون، مافیا، زودیاک، مافیا. ایشون زودیاک بازیه، چون به هر سمتی میرفت داشت با همون باده میرفت. ایشون مافیاه، ایشون صد مافیاه. ای کاش من امشب میموندم، نشد، نشد که بشه. بسیار تشویقش کنیم آقای آرمان. بفرمایید بیرون. بسیار خوب، آقای تو ترن و چالش امتیاز منفی برات داره، نباید جای دیگه صحبت کنی. با 8 نفر به شب شماره 2 بازی میریم. اولین شب زوج زودیاکی. ماسکاری صورت شب میشود، ماسکاری صورت. بسیار، مافیای بازی بیدار، شور و مشورت، شات. شات به دست آل کاپون یا اولین مافیای نقش داره بعد آل کاپون. انتخاب شعبد باز. شورا مشورت نهایی مافیا. بخوابن اعضای مافیا. مافیا ها خواب. دکتر شهر سیو. ممنونم. بخوابه کاراگاه استعلام. حرف ایشات. توفنگ دار توفنگ.
زودیاک شات شب زوج. اوشن به تنهایی یار اضافه میکنیم. متوجه شدم، پس همون یارهای قبلی اوشن شور و مشورت. بخوابن. نفر یک دست جلو، کف دست کسی رو که تاش میکنم. فردا حامل سلاحه به دلخواه، از شروع صحبت اولین نفر تا پایان صحبت آخرین نفر میتونه از اسلحه‌اش استفاده کنه. دستا رو جمع کنید. فرد صاحب اسلحه شده لایک. متشکرم. بالا من روز میشه. 5-4-3-2-1 اعلام روز. چشم حباس. گزارش وقایع شب دوم بازی. خداحافظی میکنیم با یک نفر. آقای علیرضا راد رو تشویق کنین از بازی میرن. بله، دو فرصت استلام دارید. برای استلام دوم اگر میخواید هر کس برای خودش دست بالا رأی آورد. بله، یه استلام رو گرفتید دیروز، دوتا شو دیگه الان صرف کردید. تو استلام قبلی گفتم که شهروند بیرون بودن دوتا، الان پنج نفر از بازی بیرونن، هر پنج نفر شهر. پس همچنان سه مافیا و یک زودیاک تو بازی هم سر صحبت. آقای آرمان بوده، دوتا میاد جلو. از سپر شروع میکنیم. اکتگان تایید میشه. آقای سپهر رو زدین؟ آقای سپهر رو تشویق کنین از بازی میره. پس سر صحبت میشه این بر آقای فرهاد. بفرمایید. ارمیا شهروندی؟ یه لحظه اجازه بده سیامک از بازی بره. بفرمایید. آیس کاری نداریم. تو الان شهروندی دیگه. بس باید با دست من بازی کنی. اوکی؟ اوکی. به رأیت بجز این که جای دیگه ای که دست من میاد بالا جای دیگه ای بره، قرار تو زودتر از هر کسی دیگه ای بری بیرون. اوکی، اون شهروند، اینم شهرونده، تمام. یه زودیا یه مافیا. اوکی، کاری ندارم. بین ما ممکنه یه مافیا نشسته باشه، فعلا کاری ندارم. اول مافیا رو میدیم بیرون، بعدن زودیا کو میدیم بیرون. امروز اجماع این داداشه جای دیگه هم بزنید، اسم کسی دیگه بیارید. این چالشم بوده تو ترنم، قرار شما رو بدم بیرون. اسم کسی دیگه رو نمیاریم، فقط این آقای برادر امین جان، فقط قرار این از بازی بری بیرون. حله؟ اکسپت تو رو میخوام. اسم کسی دیگه بیاری قرار تو از بازی بری بیرون. بس فقط امین از بازی میره بیرون. خب آقای رود که خروجی بود کاری ندارم، کاملا بازیش مافیایی بود. چرا؟ چون روز یک بازی بلند میشه آقای مهدی رو گردن میگیره، سه تا لایک میاد بالا، من از اون فکت در آوردم، گفتم سپر مافیاست. اینم فکت خودش بود، نمیدونم چه جوری مهدی رو گردن گرفت. آقای سپر مافیا بود، رفت بیرون. الان دوتا مافیا باز داخل بازی داریم، یه زودیاک اون وره. درسته، من به امین رأی میدم. یک و دو. داداش اصلا کاری نداریم، امروز ارمیا هم شهرونده. ما امروز تو این دک اصلا کاری نداریم که چند تا مافیاست، یه مافیا داریم یه زودیاک داریم. نه دیگه به مهدی تارگت میزنی، تو شهروندی، ارمیا شهرونده، خودم هم شهروندم. فکر میکنم باگ این سیستم بوده، باگ این دک بوده که این دک دو تا مافیا داشته، یه مافیا رفته بیرون، یه مافیا این داداشه، یه زودیاک هم اینجاست. قرار نیست جای دیگه اصلا تارگت بخوریم. حل نکن، دارم تاکید میکنم. دست بیاد بالا، وصیت، اول مافیا رو میدیم بیرون، مافیایی که رفت بیرون سبک شدیم زودیاک، بعدم بین خودمون میگردیم دنبال مافیا سوم. جای دیگه اینا کسایی بودن که رأیاشون با هم بوده، اینا رأیاشون با هم دیگه بوده، زودیاک هم داشته تو ساید مافیا بازی میکرده. خب داداش تو یار دوم مافیا کیه؟ توی دیگه، بعد داری با شهروند دیالوگ میکنی. یارت هم آقای امین نیستش، بغل دستید فربوده. شما دوتا شهروندی، ایشون شهروند من، آره زودیاکم. این آقا داره میگه من زودیاکم، منم میگم باشه بذار بگه زودیاک.
من که میدونم نیستم، من که میدونم کارتم چیز دیگه است. من از روز اول این آقا رو گفتم، دیروزم گفتم. خب این آقا الان روز وقاحتش شده، میبینه کلن دو تا سه تا شهروند موندن، خب داره اینجوری بازی میکنه. میخوای پشت دستش بازی کنیم؟ بازی کنیم. آقا بچه ها، من دو روز بازی دارم واسه آقای سیامک اجماع میگیرم، آقا داخل دفاع هم نمیاد. یک، فرما تو هم معتقد بودی آقای راد مافیایی بازیه؟ فرما تو که معتقد بودی آقای راد مافیایی بازیه، آقای راد که بازی رفیرون خوند 5 تا شهروند. خب ببین این 63مین باگ صحبتاته که داخل صحبتات داری انجام میدی و من هی میگم چیزی ندم به واسطه اینکه من و تو یه جای دیگه با هم بازی کردیم. پس امروز اگر 1% آز شهروندی رود بذارم، یه رای میدی به آقای سفید بره بیرون. تو اگه شهروند بازی هستی، چشم و گوش بسته به آقا دست نمیدادی. آقای عزیز، اولین کسی که میتونه داخل بازی یک نفر رو زودیاک بخونه، مافیای بازیه. کاری که تو کردی و آقا کرد. آقا با میشه صفر میگه آقا مافیاست. آقا با میشه صفر میگه آقای بغل دستش زودیاکه. شما هم میگی آقا زودیاکه. چرا؟ شما شب یاراتو میبینی و میفهمی از بین شهروندا کیه که مثل شهروندا بازی نمیکنه. پس فربود امروز یه رای به من میدی، با آقای سفید خدافظی میکنیم یا با آقا؟ تو میگی این مافیای بازی بوده، رفته بیرون خونده 5 تا شهروند. به من دست میدی، تو هم به من دست میدی، آقا با من بازی میکنه، به من دست میدی، آقا و آقا میان داخل دفاع، یکیشون خروجی بازیه. الان شما منو میخونی مافیای بازی، درسته؟ ببخشید من انقدر آیکون پایین یارمو میزنم بره بیرون. جلویم مافیا صد بازی بود. ببین من اول میخواستم با تو بازی کنم، ولی اینجوری که داری منو میکوبی، من جفتتون رو میگم مافیا. ایشون هم به نظر من زودیه کرد، اصلا حرف نمیزن، نوبتشون میشه سه تا تارگت میزنن، فقط هیچی به بازی اضافه نمیکنن، فقط میگن سه تا سه تا تموم. به نظر من هر چیزیه نوبت خودم دیگه، همین حرفا رو میزنم. به نظرم میز ببین، شما که می‌خواستی با من بازی کنی فرود، من این حرف واسه تو دارم میزنم، واسه آقا و واسه شما، کاری با شما دوتا که ندارم. خب آقایی که داره میگه می‌خواستم با تو بازی کنم، آقایی که داره میگه من به خاطر نوع بازیت نمیخوام با تو بازی کنم وگرنه میخواستم با تو بازی کنم، من اینجای بازی نشستم بعد از آقا صحبت کردم، آقا پا شده واسه من اجماع خواسته، لایک آقا تا اینجا این ورتر تا اینجا بالا بوده. خب پس چی؟ پس آقا داره دروغ میگه. اگر تو شهر من باید برم بمیرم اگه کنسه توی مافیا رو بخورم، پس به خاطر اینکه نمیرم زنده بمونم، یه رای میدی به آقا، یه رای میدی به آقا. دو دوست میان داخل دفاع، تو هم به من گوش بده، فکر تو باز کن، گوش بده، نگو دیگه نمیخوام حرف بزنم. ببین من همون حرفا رو دارم تکرار میکنم، آقا من مافیا بازیم، درسته؟ آقا رو میکوبیدم دیگه از روز اول، دو تا رای می آورد فقط، یه دونه من یه دونه آقا، فوقش یه دونه این آقا. چرا نمیرفت بیرون؟ فقط با تفنگ من رفت بیرون. ببین از دو حالت خارج جنس، یا جف مافیان یا جف مافیان. من هنوزم این آقا رو زودیاک دارم، هیچ حرفی نمیزنه. آقا از نظر من ایشون زودیاک بازی هستن، وقتی هیچ چیز اضافه نمیکنه. نمیدونم، من میگم یا این میز مافیاست یا این میز مافیاست. ببین امین، تو دیروز بازی به شهروند رای دادی رفته بیرون، آقا و آقا حداقل به مافیای ذهنی من رای دادن، سه تا رای اومده. من باید بله نه سر صحبت سپهر بود که افتاد این ور شد فربود سر صحبت. خیلی خوب دیگه تمومه، 6 نفر تو بازی هستین با 3 رای و بیشتر کسی وارد دفاعیه روز سوم بازی میشه. از فربود شروع خواهیم کرد و به آقای مهدی میرسیم. بریم سراغ رای گیری. فربود 0، سیامک 3، داخل دفاع سدنیما 1، امین 3، داخل دفاع ارمیا 4، داخل دفاع مهدی 0. پس 3 نفر دفاع میکنن، سیامک، امین و ارمیا، به همین ترتیب. بفرم گل پسر، زمانی که داشتی اونو ریج میکردی، من تو این داداش رای دادیم به اون، چجوری میخوای با دست اینا بازی کنی؟ جرم اینا رو بشمار، از هیتلر جرمشون بیشتر بوده. حامد بلند شده بوده میگفته حامدی که دیگه همه بهش میگفتن شهروند، اون مافیای بازیه. من بلند شده بودم آنتی فکت داره، بعدن ریش کردن رو این داداش، کلیت هرچی برایند داشتن برایند مافیایی بوده. زودیاک مافیا، مافیا. من تو قرارم بود با دست من بازی کنی نکست دادی؟ وصیت دارم میکنم من که امروز میشینم تو بازی، چه رأی تأخیری بود تو دادی؟
امروز رأی رو نمیشکنید، به ارمیا رأی نمیدید، رأی میدید این داداش از بازی میره بیرون. تو زودیاکی، تو امروز باید مافیا بدی بیرون، تو امروز باید مافیا آدزه برد از خودت بذاری. امروز شما دوتا با دست من رأی میدید، به ارمیا رأی نمیدید، رأی میدید این داداش میره بیرون. زودیاک آدزه برد دینه که داداش مافیا بدی بیرون ها. من فرود من حرفامو تکرار میکنم. آقا رو شهر داشت رأی کشیدن زیرش، آقا با 4 تا رأی اومد بالا. آقا با 4 تا رأی اومد بالا، ببخشید. خب آقا با 4 تا رأی میاد بالا. آقا پا میشه محکم و محکم از زودیاک صحبت میکنه. ببین من این حرفا رو تکرار کردم. میریم بیرون، شرمندگیش واسه خودت میمونه و بقیه‌اش رو میدونی. خب شما به من گوش کن. شما که آزادت هست که به این رأی میدادی، چون داشتی آقا رو میکوبیدی، آقا به دیسلایک میداد. با هم به آقا رأی داد، آقا 4 تا رأی اومد بالا. خب پس امروز بازی هر قدمی که من برداشتم زیر 6 تا پاراگراف توضیح دادم واسهتون که چرا دارم این کارا رو میکنم. خب شما یه نفر زدی بیرون، من نمیدونم مافیا یا شهروند، به خاطر اینکه مافیای ذهنی من که تو بودی به آقا شات زدی. مافیای بودن تو چرا واسه تو اجماع نگرفتم؟ به خاطر اینکه وایسادم ببینم فردا استلامت اون بیاد، ببینم تو شهروند بازی یا نه، وگرنه من مثل دیروز بازی میتونستم تو رو بکشم زیر آقا. خب پس امروز من دارم با تو تعامل میکنم. شما به من گوش کن، فربود به من گوش کن. ارمیا جان دیدی که 4 تا رای خدا رو شو کشیدن زیر تو بردنت بالا، که اگر دستت واسه من بیاد بالا قطعا دست میارم واسهت بالا. بده ارمیا. من چه رای ندادم؟ چون خیلی قطعی داشتی میگفتی. میدونی؟ این الان پاشو گفتش تک رای. خب؟ این زودیاکشو نمیشناسه. خب؟ به خاطر همون بهت رای ندادم. یعنی بهش رای ندادم. درست؟ بسیار خوب، به خواب امروزی میریم. ماسک ها روی صورت. سه نفری که داخل دفاعی هستن حق شرکت در رای گیری ندارن. بقیه همی الان فکراشونو کنن. ماسک ها روی صورت. ماسک ها روی صورت، بله. سه نفری که داخل دفاعی در رای گیری شرکت نمی کنن. سه نفر ما بقی فقط به یکی از این سه گزینه میتونین رای بدین یا در رای گیری مشارکت نداشته باشین. کسایی که به نفر اولی که از خودش دفاع کرد، آقای سیامک رای میدن، دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. کسایی که به نفر دوم امین رای میدن، دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. کسایی که به نفر سوم ارمیا رای میدن، دست بالا. ممنونم، دستا رو بندازین. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. نتایج رأی گیری: سیامک 0 رأی، امین 2 رأی، ارمیا 0 رأی. آقای امین وصیت. بچه ها اصلا برآیند جالبی نداشتین. اصلا برآیند جالبی نداشتین. شما دو نفر، شما که رأی ندادی احتمالاً، شما دو نفر به من رأی دادین، و نمیدونم، به عنوان وصیت من میگم یکی از سه دوستو به اضافه آقا بدین بیرون، چون به وظیفه شهروندیشون عمل نکردن. شما باید به آقا رأی میدادی. خب آقا صفر رأی آورده دیگه، پس قطعا رأی ندادی، چه به من رأی داده باشی چه نداده باشی. شما باید به آقا رأی میدادی. آقا قشنگ بازی کرد، حقشه ببره. درست دارید میگی. خب و من واقعا حقم نیست ببرم. من نمیدونم، آقا رو اول بدید بیرون. اگر احتمال الان تعداد رو باید بشمارم ببینم امشب شات میزنه زودیا که نمیزنه، نمیدونم چیکار باید بکنید، ولی آقا رو اول همه میدید بیرون، بعد آقا رو میدید بیرون. من نمیدونم شما تو چیکار کردید. متشکرم، افتخارش. ممنونم. با 5 نفر باقی مانده به شب شماره 3 بازی میریم. ماسک ها روی صورت، شب میشود. ماسک ها روی صورت. مافیای بازی بیدار، شور و مشورت، شات. خواب شعبده باز، شور و مشورت نهایی مافیا. بخوابن مافیا. دکتر شهر سیو. ممنونم. کاراگاه استلام.
حرف ایشات. تفنگ دار تفنگ. تفنگ دار. اوشن به تنهایی یار اضافه میکنیم. متوجه شدم پس همون یارای قبلی اوشن. شور و مشورت. بخوابن. بالا آمد روز میشه. 5-4-3-2-1 اعلام روز. شش باباس. خداحافظی میکنیم با یک نفر. آقای مهدی بازی رو ترک میکنن. تشویقشون کنیم. استعلام براتون باقی نمونده. با 4 نفر در روز شماره 4 بازی هستیم. سر صحبت اینجا البته نه دیگه اونجا بوده که رفته بیرون. دوتا بیام جلو. از سیامک شروع میکنیم تا فربو. چالش بفرم. خب اون زودی ها که حالا نمیدونم من و تو شهروندیم باید زورمون برسه بیرون کنیم. خب داداش که من قطعا که تو شهروندیم. دو تا رأی داشته این داداشی که من رئیس کرده بودم روش یکی تو داده بود یکی مهدی. تموم شد بین اینا. یه زودیاک نشسته یه مافیا. خب حالا کی رو باید بدیم بیرون؟ من آدز اینو نمیدونم. من این سناریو الان اگه یه مافیا دیگه بدیم بیرون شهروان بازی رو میبره درسته؟ زمانی که زودیاک تو بازیه نه مافیا میبره نه شهروان میبره. من چالش میگیرم صحبت میکنم یه ذره فکر کنم بهش. ببین شهروند که دیگه آدزه بورد نداره. خب دو تا مافیا اینجا کنار هم نشستن. دو تا مافیا هست یه زودیاک یه شهروند. چیزی که تو بازی آقا به قطع مافیا هست. یارت بغلت نشسته. یارت بغلت نشسته. وسطتون هم شب اول شاد کردین راحت بازیتونو بکنین. من اشتباه کردم روز بلایند بازی شما رو گرفتم. خب هی میگم که حالا ولش کن بذار فلان. این اشتباه من بود دیگه میدونی. بعد میدادم بیرون. الان هم فکر نمیکنم. فقط تنها کاری که ما میتونیم بکنیم به جفت نفرها رأی بده. به جفت نفرها رأی میدی گوش کن. وگرنه این دو نفر به ما رأی میدن خب و ما میایم تو دفاع یکیمونو میده بیرون. کاری ندارن که. شما به دو نفر رأی میدی با من. اونا هم به ما رأی میدن که کسی تو دفاع نره. خب کسی تو دفاع نره. گوش کنی حرفو. چالش من هول شدم فهمیدی. من مافیا نیستم. اون بغل لسید مافیایی. آره اینو هستم. این که قطعا ساید منفی بازیه. من شهروندم. گول بخوری تمومه. ببخش من یه سوال بپرسم. الان اگه ما یه نفر رو بدیم بیرون چه مافیا چه زودیاک میری تو کیاس مستقیم دیگه. شب نمیشه. شب داره. بعد از هر روز شب داره. خب الان که شب زوجه. زودیاک شاد داره. مافیا هم شاد داره. خب خیلی سخت شد که. آره بس ما دیگه قراره ببازیم بازی رو. ولی من ترجیح میدم زودیاک بازی رو ببره تا مافیا. رای بده ارمی از بازی بره بیرون. حله؟ به این داداش رای نده. ارمی آره رای بده ارمی از بازی بره بیرون. حله؟ نه فرقی نمیکنه. باشه من دوست دارم ناکن امتیاز دارم میگه با هم بازی کردیم. دوست ندارم مافیا بازی رو ببره. رای بذار زودیاک بازی رو ببره. اوکی ارمیا از بازی ببره دیگه. آره فرقی که نمیکنه ولی من ارمیا رو زودیاک دارم. ارمیا زودیاک به صحبت های امین اگه توجه میکردی ارمیا زودیاک بود. آقا یارش بود دیگه اصلا. بسیار خب با دو رای و بیشتر کسی وارد دفاعیه میشه. از سر صحبت که سیامک شروع میکنیم تا فربود. بریم سراغ رای گیری. سیامک 0 سدنیما 0 ارمیا 3 داخل دفاع فربود 0 تک دفاع. آقای ارمیا بفرم. گول خوردی. بغل لسید گول خوردی. من نه مافیام نه زودیاک. من شهروندیم که ناآگاه بودم درست؟ تمام.
بسیار خوب، دفاعیش رو شنیدیم. از بین شما سه نفر همچنان اگر دو رای و بیشتر بیاره بازی رو ترک میکنه و با کمتر از این میزان تو بازی میمونه. کسایی که علی‌رغم دفاعی که از ارمیا شنیدن میخوان ایشون رو به بیرون بازی هدایت کنن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. 1 2 3 دو رای شما تأخیری آوردی ولی با دو رای هم میره. وصیت تشویقش کنیم بازی بره. بریم به شب شماره 4، دومین شب زوج زودیاکی، ماسکاری و صورت شب می شود. مافیای بازی بیدار، شور و مشورت، شات. انتخاب شعبد باز بخوابن. دکتر شهر سیو ممنونم. کاراگاه سلام. حرفه ایشات تفنگ دار تفنگ زودیاک شات شب زوج. متشکرم. اوشن به تنهایی یار اضافه میکنیم. فهمیدم همون یارای قبلی اوشن. شور و مشورت. بخوابن. بالا من روز میشه. 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم ها باز. خداحافظی میکنیم با یک نفر. آقای فربود بازی رو ترک میکنه. زودیاک به دو نفر آخر رسته. برنده ای بازی. ارمیا سپر و امین. بله بیا میخوام یه جوری آقا حامد من معذرت میخوام. چی؟ صحبت کنم؟ سیدنی ما دهنت سرویس اینجا رو سود بذارید. من شهروندم. من دیگه با تو بازی نمی کنم. از اگر شهر باشی خب چیکار کنم؟ شهر بازی کردم بلندم کردم. نداره ببخشید من واقعا بازی خوبی بود. ما اومده بودیم لذت ببریم فقط از این بازی. حالا جذابیت بازی با حذف من میره پایین. خواهشن منو حذف نکنید. آقا کسی میخواد صحبت کنه؟ من. حقیقتش اگه شهروندا یه ذره این تمرکزشون بیشتر بود خیلی راحت میتونستیم بازی رو ببریم. شهروندا از جمله خود شما دیالوگ فالس زیاد داشتید داشت. من تا دو روز من داشتم به تو میگفتم مافیا. من اشتباه کردم. الان اگه امشب الان اصلا اگه رأی نمیدادیم هم ممکن بود ببریم. کلا رأی نمیدادیم ممکن بود ببریم. ارمیا دیگه من یه کارگاه تنها بودم. هیچ کم بابا جون مادرت با من بازی کن بازی نه. ولی خب زیاد شهر خوردی اشکال نداره دیگه. کارم دیگه در این حد و توانه. من ترسیدم اولش ترسیدم برم تو شکمشون بازی کنم. گفتم میزنم آخرام با رایگیری داد. شاد شب یکم نیستی خودت خودتو میکنی. آقا به صورت خودجوش از بازی میرم. من از اول شروع کرد به صحبت. شهروند اولم سوتی داد تو صحبتاش. من ایشونم سوتی ایشونو گرفتیم. ای کاش نمیگرفتیم. روند بازی خوب من بردم. اول مدیون شما هستم دوست عزیز. با مافیا بازی کردم ولی بچه ها بازی دو سایدی بود. من کلا یک مافیا گرفتم داشتم کارگاه بازی رو تارگت میدادم. من عذر میخوام آقای فرو. اوکی مرسی. ممنونم مرسی.